عزم بی امان اشرفی ها و اشرف نشان ها در سراسر ایران و چهار گوشه جهان کارزار بزرگ مقاومت ایران رو به اوج تازه ای رسوند. بعد از 11 روز پایداری و اعتصاب غذا و تحصن در لیبرسی و شهرهای مختلف دنیا، سرانجام دولت مالکی پذیرفت و اعلام کرد که 7 تن از اعضای مفقود مجاهدین در بازداشت نیروهای امنیتی عراق هستند. در پی این خبر، رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به همه یاران اشرف نشان و متحصنین و اعتصابیون در کشورهای مختلف جهان و به ویژه مجاهدان لیبرتی، از هموطنان و پشتیبانان مقاومت خواست تا آزادی گروگانها و تضمین امنیت فرزندان تسلیم ناپذیر مردم ایران در لیبرتی به کارزار ادامه بدن. ستاره ها رسیده جنگلی که با کی از تبر نداره، ضربه ها به پیکرش اثر نداره، از حصار خیش و خانه من گذشته، جز هوای خلق خود به سر نداره. شد پنجه بر شام بیداد، شب شکن تندری بستوانا، میرسد بی محابا. مجاهد 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 مجاهد، آتش خشم یک انتقام است، نبض توفنده هر قیام است، بشکند بند و زنجیر و دیوار، برکند چوب دار. مجاهد 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 مجاهد، اون که شد امید دیده های نمناک، پاسخ تمام رنج های این خاک، خون تازه‌ای به قلب های خسته، اعتماد مردمان دل شکسته. مجاهد 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 مجاهد، می‌درد قلب تاریک جلاد، می‌کشد پنجه بر شام بیداد، شب شکن تندری بس توانا، می‌رسد بی‌محابا. پایداری اشرف و خروش اشرف نشانها در سراسر دنیا جهانی رو پای مسئولیت‌های خودش میاره و همه رو به چالش می‌کشه. آمریکا، ملل متحد، اتحادیه اروپا، مهمترین سازمان‌های حقوق بشری و همه و همه.
این عزم آزادی خواهی ملت ایرانه که نمیذاره حق فرزندان مجاهد و مبارزش رو پایمال بکنند. در هر کدوم از صحنه‌های تظاهرات و احتساب غذای هموطنانمون در سراسر دنیا گوشه ای از این عزم جزم به چشم میخوره.
رژیم آخوندی با جنایت‌ها و شقاوت‌هاش به بسیاری از فرزندان ایران زمین اجازه نداد که در کنار خانواده‌هاشون زندگی کنن و حتی پدر و مادرشون رو از نزدیک ببینن و بشناسن. فریدون، فرزند شهید قهرمان، مجاهد خلق، سید علی سید احمدی، یکی از اونهاست. اما اون عهد بسته که راه پدرش رو تا لحظه آخر ادامه بده و همونطور که در مراسم گرامی داشت شهیدان قتل عام اشرف در اوبر گفت، با همه اونها تجدید عهد میکنه که با سرنگون کردن رژیم حق تک تک شهدا رو از حلقوم آخوندها بیرون بکشه. بعد از اینکه پدرم شهید شد و بعدم استوی خود سیما متوجه شدم که پدرم شهید شد، که اولش خیلی به هم ریختم و خیلی ناراحت شدم، چون خودم آماده کرده بودم که شاید همچین اتفاق بیفته، ولی در جام با هم خیلی بهش افتخار کردم، با هم احساس کردم که چه پدر قهرمانی دارم که همینجوری تا آخرین لحظه وایستاد و یک لحظه کوتاه نیامد جلوی رژیم، و در جا به خودم تعهد گذاشتم که راهش ادامه بدم و بالاترین جنگ مونو بکنیم. همینجا خیلی سرحال و شاد و خندرو بود که از این میفهمیدن که خیلی صفا میکنه تو جنگش. بعد یه خود از خودش گفته اشرف که چی جنگی دارن میکنن. یکی از من پرسید که تو به نظر چیه؟ نظر سر همین جنگ چیه؟ که خودش گفت که ما داریم خیلی داریم صفا میکنیم تو جنگ با رژیم. علیرغم همه فشارا، هر کار رژیم بخواد بکنه، ما سرفرازیم و داریم میجنگیم تا آخر. و همیشه میخواست که سلامو برسونیم به خواهر مریم و همه بچه‌ها. اضافه این که آخرین بار که زنگ زد مستمد تأکید کرد که بدون که نقش شماها تو خارج کشور خیلی مهمه، یعنی هر چقدر شما بیشتر به تواتون برسین ما بیشتر میتونیم اینجا بجنگیم و ایستادگی بکنیم. که نمیخوان که ما اینجا ناراحت بشیم، بشینیم گریه کنیم، همش عزم جزممون بیشتر شده با این که شهید شدن و خیلی بهشون افتخار کردم. احساس کردم که حسودیم شد به طور واقعی که چقدر اونا جنگیدن و احساس کردم خیلی فاصله داشتم با این قهرمانان، ولی بهم انگیزه داد که منم بیشتر بجنگم مثل اونا. رژیم خیلی درمانده است به خاطر اینکه خیلی تو نقطه ضعف قرار گرفته. این همه جنایت و داخل، این همه مشکلاتی که داره، بحرانی در درون رژیم، الان بحران تو سوریه، در سوریه رو از دست میده، تو ایران هر روز این همه تظاهرات، این همه قیامه، رژیم مثل سگ ترسیده، به خاطر همین هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه جز اینی که حمله بکنه به اشرفیان که واقعا امید تمام مردم است، چون میدونه که مجاهدین برای یک آرمانی وایسادن. چون خودم همین سوال از خودم میکردن که چرا مثلا از 100 نفر میترسن، تو عراقن، تو ایران که نیستن، هیچ حفاظتی ندارن، ولی رژیم خیلی خوب وایستادن به خاطر این آرمان آزادی برای مردم ایران. حتی یک اشرفی اونجا باشه همون آرمان همون پرچم را بالا نگه میدارن، به خاطر همین نمیتونست ببوراننشون، پس مجبور شد اونا رو بکشه. این فقط ضعف رژیم بود و باید خونشون رو احیا بکنیم. یعنی فکر میکنن که مردم از همه میتونن دست بگیرن، از همه میتونن انگیزه بگیرن برای جنگ خودشون که هرچی سریعتر رژیم رو سرنگون بکنیم. هر مجاهد یک انتخاب کرده که همه چیزشون، اتفاقا همه چیزی که خیلی دوست داره رو فدا بکنه برای خلق ایران. پس وقتی اون عزیزترین چیزی که تا
تو دوست داشتی برای خودت داشته باشی رو فدا کردی، پس چی داری از دست بدی؟ یعنی همه اون بچه ها تو اشرف، پدرم خود منو گذاشت برای که منو خیلی دوست داشت، ولی وقتی آدم این سقفی میزنه دیگه زیر اونی چی نیست. مزدورا، پاسدارها با تمامی قوا و با سلاح‌های نیمه سنگین، RPG، تیربار پایگاه فاضل رو محاصره کرده بودند. جنگ نابرابری بود. بعد از امجدی سعید برگشت، من خیلی دوست داشتم بدونم موضوع سخنرانی برادر چی بود. سعید دیدم و ازش خواستم که برام توضیح بده. هر کاری کردم سعید هیچی نگفت. گفتم خب آخه موضوع سخنرانی چی بود؟ گفتش که من نمیتونم بیان کنم برادر چی گفت. برادر شعر گفت، دیکلمه گفت، سخنرانی کرد، اصلا معلوم نبود چی بود. پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای ادامه کارزار تا پیروزی، عزم همه اشرف نشانها را جزم‌تر کرده که تا تحقق خواستها از پا ننشینند. حالا کارزار بزرگی که اونها از روز 10 شهریور آغاز کردند اوج بسا بیشتری میگیره، همون کارزاری که باعث شد جهان یک صدا قتل عام و گروگانگیری در اشرف رو محکوم کنه. اعتصاب غذای هموطنانمون در ژنو، برلین، لندن و اتاوا در همراهی با مجاهدان آزادی در لیبرتی و تظاهرات تحصن در چهار گوشه دنیا صدای مردم ایران رو به جهان رسونده و وجدان بشریت رو بیدار کرده و آنچنان امواج محکومیتی رو برانگیخته که دولت دست نشانده ولایت در عراق رو ناچار به اعتراف کرده که گروگانها رو در اختیار داره. سلام و درود به عزم پایداری فرزندان مردم ایران و پشتیبانان غیور اونها. دوست
و سپس با خودروهای دیگر به بغداد انتقال دادند. توسط نیروهای وابسته به نخست وزیری عراق در محلی نزدیک فرودگاه بغداد نگهداری می شدند. گروگان ها همه افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و به تسریع کمیسیاریای عادی پناهندگان پناهجو و افراد مورد نگرانی هستند. This little protest perhaps may have some effect upon the authorities who are now there in Iran and Iraq. And God bless you. Thank you. رحمان منانی یکی از 52 شهید حماسه دهه شهریور اشرف بود. جوانی مصمم و شاداب که هر کس در اولین برخورد مجذوب شخصیت دوست داشتنی او میشد. محمد رضا منانی پدر مجاهد این شهید قهرمان در ودا با فرزند و همرزم دلاورش طی مقاله‌ای از او و ویژگی‌های انقلابیش نوشته. مقاله‌ای که در ایلاف عربستان از پرخواننده‌ترین منابع خبری دنیای عرب منتشر شده. شهید رحمان یک انسان آزاده بود. او البته طراح و گرافیست کامپیوتر بود. در کارهای موشن گرافیک و سه‌بعدی تبحر داشت. در فیلم مداری نیز تجربه و سابقه زیادی کسب کرده بود. ولی او قبل از هر چیز انسانی آزادی خواه بود که آزادی را نه تنها برای خودش بلکه برای همه مردم ایران می‌خواست و برای رسیدن به آن از پرداخت هیچ بهایی فروگذار نمی‌کرد. وقتی خبر شهادت تنها فرزندم را در میان اخبار شهادت دیگر همرزمانم در اشرف شنیدم، ناخودآگاه به این فکر افتادم که رحمان هرگز ایران را ندیده بود. وقتی 4 ساله بود، به اتفاق او ایران را از مرز ترکیه ترک کردم. 1 سال پیش از آن یکی از عموهایش در سن 20 سالگی زیر شکنجه پاسداران در اصفهان به شهادت رسیده بود. 1 سال بعد از خروج ما از ایران، مادر بزرگ رحمان در سن 45 سالگی زیر شکنجه به شهادت رسید. تنها عموی باقی ماندهش نیز در سال 1987 در سن 23 سالگی دستگیر شد و به دلیل ارتباطی که با ما داشت اعدام گردید.
رحمان را ابتدا به دانمارک فرستادیم و چند سالی در آنجا زندگی و تحصیل کرد. همیشه برایم نامه می نوشت و از دوستان و آشنایان هم احوالش را می شنیدم. در مدرسه و در میان جوانان بسیار محبوب بود. به فوتبال علاقه بسیاری داشت. چند سال بعد به آلمان رفت و در آنجا به تحصیلاتش ادامه داد. او پناهنده آلمان بود. وقتی به اشرف آمد جوان رشیدی شده بود و 18 سال داشت. هرگز لحظه دیدارمان را از خاطر نمی برم. پس از اینکه او را در آغوش کشیدم و احوال پرسی کردیم، از او پرسیدم چرا به اینجا آمده ای؟ مگر چیزی کم داشتی؟ او به من پاسخ داد برای آزادی، برای یک ایران دموکراتیک. به او گفتم مگر در آلمان آزادی نبود؟ او گفت برای مردم ایران نبود. بعد به او گفتم راه ما سخت و طولانی است. گفت می دانم، آزادی دادنی نیست، گرفتنی است. امروز که صحنه‌های پیکر غرق در خون او را می‌بینم، اگرچه به عنوان پدری که تنها فرزندش را از دست داده، اندوه بر دلم سایه می‌افکند، اما همزمان غرق غرور و افتخار می‌شوم. چه بسیار جوانانی که در ایران محکوم فرو رفتن در قهقرای رژیم فاسد حاکم شده و زندگیشان بی آن که بدانند تباه شده است. چه بسیار مردان و زنانی که بی‌گناه به زندان افتاده و شکنجه شدند. و چه بسیار مادران و پدران پیری که در غم فرزندانشان سوختند و صدایشان به جایی نرسید. رحمان من جوانی و زندگی خود را فدای آیندهی بهتر برای مردم و کشورش نمود. من به او افتخار میکنم. همچنان که به دیگر خواهران و برادران شهیدم در اشرف و به همه ایرانیان آزادهی که در داخل کشور اسیرم به ایستادگی و پایداری در برابر دیکتاتوری حاکم ادامه میدهند افتخار میکنم. روز پیروزی نزدیک است. مجاهد مریمی، رحمان مندانی، بی نهایت مخلص مردان، حاضر، حاضر، حاضر. ما مجاهدیم سوگند خوردیم که از وجب به وجب اشرف تا آخرین قطره خونمون دفاع کنیم و از اینم کوتاه نمیایم. سوگند خوردیم که به هر شیوهی که شده آزادی رو به ایران ببریم و رژیم دستمنش ولایت فقیه رو سرنگون کنیم. هر کشین با دست بسته یه ستاره رها شد، چه سبک بان و غزل خون رفت و مهمون خدا شد. تو چشاش پر می زدن چلچله ها، کم می شد با خنده هاش فاصله ها. کوه مرد عاشق و دلاوری که حریفش نشدن زلزله ها. چه شهیدی، چه شهیدی، آه چه سر و رشیدی. دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی. چه شهیدی، چه شهیدی، آه چه سر و رشیدی. دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی. بسته یه ستاره رها شد، چه سبک بان و غزل خون رفت و مهمون خدا شد. به خوشی های دو روز دل نبست، قفص دیرینه ی تن و شکست. یه جوون آسی اشرفی شد، مثل پروانه رو شعله ها نشست. هر جا سختی و خطر بود راستی خوش می درخشی، شرح عاشقیشو می شد توی عکس آخرش دی. چه شهیدی، چه شهیدی، آه چه سر و رشیدی. دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی. موسیقی
پس از قتل عام اشرف دو تابلو هر روز برجسته تر می شود. تابلو اول ابراز وحشت و هراس فزاینده سرکردگان رژیم آخوندی و شنیدن ناقوس سرنگونی خود از اشرفیان، و تابلوی دیگر شور و حماسه و پیوند با اشرفیان از طرف خلق قهرمان و افزایش ایمان به مبارزه و پیروزی بر اهریمن ولایت فقیه. نمونه هایی از آن را از اینترنت ببینید. شعری از ایران برای شهیدان قتل عام اشرف. هراسان عشق تا به عشق و مهربانی و وفا می اندیشم، شقاوت یک رژیم به یادم می آید. تا به دوستی و مروت و صفا می اندیشم، شکنجه هایم از قدیم به یادم می آید. تا به جاله و گل و گیاه، به داس ماه، به آفتاق و تیغش دل پگاه، به صبح و سبزه و گیاه، درون عرش آسمان به زهره و به نازی ستاره ها می اندیشم. آن کشتن مجاهدان بی دفاع در اشرف در صبح بی نسیم به یادم می آید. دستم بگیر و به عشق دوباره آشنایی ده. در اکسیون هواداران مجاهدین در اسلو، یک کودک ایرانی پلاکاردی بلند کرده که روی آن نوشته است آمریکا حفاظت، کشتار ساکنان کمپ‌های اشرف و لیبرتی را متوقف کنید. بگذار تا براید آتش، بگذار تا ستاری شلیک دیوانوار بگذرد از کهکشان خون، خون شعله ور شود، بگذار باغ خون بر خاک تیر باران پرپر شود، بگذار بذر تیر چون جنگلی بروید در آفتاب خون فریاد دگر شود. این بذرها به خاک نمی ماند، از قلب خاک نمی ماند، از قلب خاک می شکفت چون برق، روی فلات می گذرد چون رعد، خون است و ماندگار است. در زیر چرخ باطل عرابه های مرگ جان می گرفت قصه اسطوره جدید، سروی که ایستاده به راه قیام باغ زیر هجوم خیل تبردار قد کشید. در روز ده شهریور و همزمان با جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف، رژیم آخوندی و حکومت دست نشاندش در عراق مسئولیت حمله به اشرف رو بر عهده طرف‌های مختلف می‌گذاشتند. سرکردگان سپاه حتی مدعی شدند که مردم عراق دست به این حمله زدند. اما شخصیت‌های ملی سرزمین بین النهرین حرف دیگری دارند. به مصاحبه کوتاه خطیب و سخنگوی رسمی الحراک و شعبی و سنی از الانبار گوش می‌کنیم. ما این جنایت فجیع را که نظامیان حکومت عراق با حمایت رژیم ایران در حق پناهندگان ایرانی بی‌دفاع در قرارگاه اشرف روا داشتند محکوم می‌کنیم. در حقیقت انجام چنین جنایتی به دست این حکومت چیز جدیدی نیست. ما یقین داریم نظامیان این دولت که اعتبارشان را از حکومت پست ولایت فقیه ایران می‌گیرند این جنایت را انجام دادند. به همین دلیل خواهان حمایت بین المللی از آنها هستیم تا از دست جنایت‌های این حکومت راحت شوند. حکومتی که حرمت خانواده و حفاظت را برای عراقیان و غیر عراقیان که در کشور من زندگی می‌کنند به رسمیت نمی‌شناسند. یک بار دیگر بر محکومیت این عمل جنایتکارانه تأکید می‌کنم.
رد این خونو بگیری میرسی به درختی که دلت تنگ براش، این همون درخت آزادیه که ریخت خونه پاک سردارا به پاش. واسه آزادی واسه داد رب شدن از فصل بیداد، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. واسه آزادی واسه داد رد شدن از فصل بیداد، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. خونه اون گنجینه های بی نظیر که جز اینجا هیچ جا پیدا نمیشن، اونقدر توصیف ما بزرگ ترن که تو این ترانه ها جا نمیشن. واسه آزادی واسه داد رب شدن از فصل بیداد، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. واسه آزادی واسه داد رد شدن از فصل بیداد، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. رد این خونو بگیری میرسی به درختی که دلت تنگ براش، این همون درخت آزادیه که ریخت خونه پاک سردارا به پاش. واسه آزادی واسه داد رد شدن فصل بیداد، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. واسه آزادی واسه داد رد شدن از فصل بیداد، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. خبر انتقال آخرین گروه از مجاهدان اشرفی و ادامه محکومیت جنایت بزرگ علیه حریفش نشدن زلزله ها، چه شهیدی چه شهیدی آه چه سر برشیدی، دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی، چه شهیدی چه شهیدی آه چه سر برشیدی، دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی. هر کشید با دست بسته یه ستاره رها شد، چه سبک بال و غزل خون رفت و مهمون خدا شد. به خوشی های دو روز دل نبست، نفس دیرینه ی تن و شکست، یه جوون آسیه اشرفی شد، مثل پروانه رو شعله ها نشست. هر جا سختی و خطر بود راستی خوش می درخشید،
شرح عاشقیشو میشد توی عکس آخرش دید. چه شهیدی چه شهیدی آه چه سر به رشیدی، دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی. قتل عام اشرف دو تابلو هر روز برجسته‌تر می شود. تابلو اول ابراز وحشت و هراس فزاینده سرکردگان رژیم آخوندی و شنیدن ناقوس سرنگونی خود از اشرفیان، و تابلوی دیگر شور و حماسه و پیوند با اشرفیان از طرف خلق قهرمان و افزایش ایمان به مبارزه و پیروزی بر اهریمن ولایت فقیه. نمونه هایی از آن را از اینترنت ببینید. شعری از ایران برای شهیدان قتل عام اشرف. هراسان عشق تا به عشق و مهربانی و وفا می اندیشم، شقاوت یک رژیم به یادم می آید. تا به دوستی و مروت و صفا می اندیشم، شکنجه هایم از قدیم به یادم می آید. تا به جالب و گل و گیاه، به داس ماه، به آفتاق و تیغش دل پگاه، به صبح و سبزه و گیاه، درون عرش آسمان به زهره و به نازی ستاره ها می اندیشم. آن کشتن مجاهدان بی دفاع در اشرف در صبح بی نسیم به یادم می آید. دستم بگیر و به عشق دوباره آشنایی ده. در اکسیون هواداران مجاهدین در اسلو، یک کودک ایرانی پلاکاردی بلند کرده که روی آن نوشته است آمریکا حفاظت، کشتار ساکنان کمپ‌های اشرف و لیبرتی را متوقف کنید. بگذار تا براید آتش، بگذار تا ستاری شلیک دیوانوار بگذرد از کهکشان خون، خون شعله ور شود. بگذار باغ خون بر خاک تیر باران پرپر شود. بگذار بذر تیر چون جنگلی بروید در آفتاب خون فریاد دگر شود. این بذرها به خاک نمی ماند، از قلب خاک نمی ماند، از قلب خاک می شکفت چون برق، روی فلات می گذرد چون رعد، خون است و ماندگار است. در زیر چرخ باطل عرابه های مرگ جان می گرفت قصه اسطوره جدید، سروی که ایستاده به راه قیام باغ زیر هجوم خیل تبردار قد کشید. در روز ده شهریور و همزمان با جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف، رژیم آخوندی و حکومت دست نشاندش در عراق مسئولیت حمله به اشرف رو بر عهده طرف‌های مختلف می‌گذاشتند. سرکردگان سپاه حتی مدعی شدند که مردم عراق دست به این حمله زدند. اما شخصیت‌های ملی سرزمین بین النهرین حرف دیگری دارند. به مصاحبه کوتاه خطیب و سخنگوی رسمی الحراک و شعبی و سنیه از الانبار گوش می‌کنید. ما این جنایت فجی را که نظامیان حکومت عراق با حمایت رژیم ایران در حق پناهندگان ایرانی بی‌دفاع در قرارگاه اشرف روا داشتند محکوم می‌کنیم.
در حقیقت انجام چنین جنایتی به دست این حکومت چیز جدیدی نیست. ما یقین داریم نظامیان این دولت که اعتبارشان را از حکومت پست ولایت فقیه ایران می‌گیرند این جنایت را انجام دادند. به همین دلیل خواهان حمایت بین المللی از آنها هستیم تا از دست جنایت‌های این حکومت راحت شوند. حکومتی که حرمت خانواده و حفاظت را برای عراقیان و غیر عراقیان که در کشور من زندگی می‌کنند به رسمیت نمی‌شناسند. یک بار دیگر بر محکومیت این عمل جنایتکارانه تأکید می‌کنم. رد این خونو بگیری میرسی به درختی که دلت تنگ براش، این همون درخت آزادیه که ریخت خونه پاک سردارا به پاش. واسه آزادی واسه دار رد شدن از فصل بیدار، خیلی سینه سوزه اما بهترین ها رو باید داد. واسه آزادی واسه دار رد شدن از فصل بیدار، خیلی سینه سوزه اما بهترین ها رو باید داد. خونه اون گنجینه های بی نظیر که جز اینجا هیچ جا پیدا نمیشن، اونقدر توصیف ما بزرگ کرن که تو این ترانه ها جا نمیشن. واسه آزادی واسه دار رد شدن از فصل بیدار، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. واسه آزادی واسه دار رد شدن از فصل بیدار، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. رد این خونو بگیری میرسی به درختی که دلت تنگ براش، این همون درخت آزادیه که ریخت خونه پاک سردارا به پاش. واسه آزادی واسه دار رد شدن فصل بیدار، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. واسه آزادی واسه دار رد شدن از فصل بیدار، خیلی سینه سوز اما بهترین ها رو باید داد. خبر انتقال آخرین گروه از مجاهدان اشرفی و ادامه محکومیت جنایت بزرگ علیه بشریت و اعدام دست جمعی مجاهدین در دهم شهریور همه رسانه‌های دنیا را پر کرده. از تلویزیون‌های مهم دنیا مثل الجزیره و سی‌ان‌ان تا مهمترین خبرگزاری‌ها مثل خبرگزاری فرانسه و آسوشیتد پرس
و انبوه روزنامه‌ها و منابع خبری دنیای عرب و سراسر جهان. این بازتاب بین‌المللی هم ثمره جوشش خون شهدای اشرفه که با رزم و رنج اشرفی‌های لیبرتی و اشرف جان‌ها نام و آوازه فرزندان ملت ایران رو عالمگیر می‌کنه. گزارشی داریم از چند انعکاس درباره قتل عام اشرف در رسانه‌ها. بعد از جنگ آمریکا، عراق شاهد قتل عام‌های بسیاری بوده است که جنایت علیه بشریت شمرده شدند. ولی در چند روز گذشته دو جنایت رخ داد که عرق شرم بر پیشانی بشریت می‌نشاند. جنایت اعدام 52 تن از ساکنان قرارگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در دیاری و همچنین قتل دو خانواده در لطیفیه. هر دو این جنایت ها با حضور گسترده نیروهای ارتش و پلیس در آن دو منطقه صورت گرفت، ولی حتی یک نفر از عاملان جنایت دستگیر نشدند. در داخل ایران جناح بندی وجود دارد. سپاه پاسداران به یک شیوه موضع‌گیری می‌کند، رفسنجانی و روحانی به شیوه دیگری موضع‌گیری می‌کنند. رهبری رژیم جمهوری اسلامی افسار وضعیت را به دست دارد و هنوز ساکت مانده است. او چشمک و چراغ‌هایی درباره رفتار رژیم ایران در وضعیت سوریه از خودش نشان می‌دهد. رژیم ایران پیشاپیش قیمت را دریافت کرده است. هنگامی که فرمان حمله به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق، قرارگاه اشرف، به صورت وحشیانه را داد و ده ها تن از پناهندگان ایرانی در این کمپ را کشت و 7 نفر را به گروگان گرفت. به نظرم او در عراق پیشاپیش قیمت را دریافت کرده است. رژیم ایران از تپه‌های جنگ علیه سوریه سوء استفاده کرده و به عمل شنیعش دست داده است. فکر میکنم که پیش از این نمیتوانست دست به چنین کاری بزند، ولی از این شرایط سوء استفاده کرد و به چنین جنایتی دست زد. گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران بعد از حمله روز یکشنبه که منجر به کشته شدن 52 نفر در قرارگاه اشرف در عراق شد، خواستار استقرار نیروی وابسته به ملل متحد گردید. آنها ملل متحد را به جلوگیری نکردن از این قتل عام متهم کردند. مریم رجوی گفت: اگر ملل متحد مسئولیت خود را انجام داده بود، هرگز این قتل عام پیش نمی آمد.